کودکان در جنگ های مختلف جهان با آسیب های بیشتری مواجه می شون. این آسیب ها هم جسمی است و هم روانی. در یمن نیز کودکان در نه سال جنگ عربستان و هم پیمانانش علیه این کشور متحمل آسیب های فراوانی شدند. رئیس دفتر جنبش جهانی حمایت از کودکان در یمن طی اظهاراتی به شرح وضعیت کودکان یمنی در نهمین سال حمله به این کشور پرداخته است همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد جمال شامی رئیس دفتر جنبش جهانی حمایت از کودکان در یمن گفت کودکان یمن بهای به گذاف جنگ و محاصره بیوقفه را برای نهمین سال پی در پی میپردازند آنچنان که برآوردهای غیر رسمی هاکی است از روز آغاز جنگ در 25 مارس 2015 میلادی تا کنون 82 کودک یمنی کشته و زخمی شدهاند. شامی در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی بیگناهان کودک قربانی تجاوزگری که چهارم جوان هر سال است افسود کودکان یمنی از تحصیل محروم ماندن در حالی که در بمباران ها کشته میشوند و انواع و اقسام خشونت ها بر آنان روا داشته می شود و در واقع کودکان یمن به فراموشی سپرده شدند آنان به حمایت های روانی و یک زندگی پسندیده و سزاوار و تحصیلات پیوسته و آموزش های بیدرنگ به همراه رعایت سلامتی و تندرستی نیاز دارند. او خاطر نشان کرد محاصره و جنگ منجر به پرداخت نشدن و قطع دستمزد و حقوق و محروم گشتن والدین کودکان از حقوق و درآمد کافی برای گذراندن زندگی شده که این مسئله منجر به افزایش نرخ تکدیگری در میان کودکان گردیده است. جامعه جهانی همواره حمایت از حقوق کودکان را در یمن نادیده گرفته در حالی که این کودکان در بیشترین رنج زندگی می کنند و هر گونه آسیب روحی و جسمی و فقدان مراقبت بهداشتی و کشتار و رانده شدن از خانه و کاشانه و آوارگی و تجاوز آشکار به کلیه ی حقوقی که قوانین و منشورها و معاهدات بین المللی برشمرده اند و به آن از آن دارند را به دوش می کشند. شامی افزود بر اساس گزارش های به دست آمده دوازده میلیون و ششصد هزار کودک به گونه ای از حمایت ها یا کمک های بشر دوستانه نیازمندند. چنانچه در گزارش ها تخمین زده می شود نرخ فقر به حدود 80 درصد افزایش یافته و از هر ده کودکی که در این کشور زندگی می کنند بیش از هشت کودک از خانواده هایی می باشند که درآمد کافی برای تأمین نیازهای عادی خود را ندارند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه